شورای ملی مقاومت در واشنگتن و در مراسمی شماری اطلاعات مربوط به برنامه های پهبادی سپاه قدس و شبکه ساخت و تولید پهپاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را منتشر کرد. این گزارش به هشت مرکز ساخت و تولید پهپاد در ایران اشاره می کند. همکارم کامبیز هم توانا گزارش می 2019. در این جلسه و با ارائه مشخصات و نقشه اعلام شد که ساخت و تولید پهباد به یکی از اولویت های اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شده است. همچنین ساختار مدیریت تولید پهپاد و مناطق مختلف پشتیبانی آن هم معرفی شد. شورای ملی مقاومت میگوید با استفاده از شبکه منابع مجاهدین خلق در ایران و از سوی منابعی که برخی خود به این مکانها دسترسی داشتند این اطلاعات را به دست آورده است. هدف ما هم از این کنفرانس این بود که نشون بدیم که گول دود و و شاموت بازی های رژیم رو نخورن اینا همه هدفش در حقیقت حفظ نظام حفظ رژیم آخوندی در داخل ایرانه و باید یک سیاست محکم و قاطعی در مقابل این رژیم اتخاذ بشه نه اینکه هر چقدر بیشتر رژیم تهدید میکنه درخواست ها و تقاضاها برای مذاکرات بیشتر روی میز بیاد برعکس رژیم باید پاسخگوی همین فعالیت هاش باعث قیمت این خرابکاری ها و کارهای تروریستی خودش رو بپردازه شورای ملی مقاومت در این گزارش میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف تجهیز گروه های نیابتی در منطقه ساخت و تولید آن را در اولویت خود قرار داده است کامبیز توانا صدای آمریکا